خب دیگه همین دوستان همین رو هستن آقای قائم مقام. مرسی، سپاسگزار، متشکر از آقای آذربایجانی و همراهانشون در نشست خبری امروز شرکت کردن. امیدوارم که گفتگوی خوبی بین خبرنگاران و ایشون و همراهاشون باشه. طبق روال مهمونا سلام علیک خواهند داشت و اگر نکته‌ای باشه مطرح میکنن. دوستان خبرنگار به صورت شفاهی نظرات خودشون رو مطرح میکنن و تایم جلسه هم 40 دقیقه است و امیدواریم که بتونیم جلسه خوبی داشته باشیم و بعد به فیلم بعدی هم برسیم و فیلم بعدی رو دوستان ببینن. آقای آذربایجانی شما سلامی داشته باشید، اگر نکته‌ای باشه خوشحال میشم بشنوم. ببخشید من آماده کنم. سلام عرض میکنم خدمت شما، خوشحالم که تو این جلسه هستم و راستشو بخواین فارغ از اینکه چه بازخوردی بگیریم تو این جلسه، منفی یا مثبت یا هر چیز دیگری، از اونجایی که بسیار بسیار تماشاگرای پر اهمیتی داشتم توی یکی دو ساعت پیش، خیلی خوشحالم برای اینکه نظرات شما برام خیلی مهمه. متشکرم. آقای قائم مقامی سلامی و نکته‌ای در مورد فیلمتون بفرمایید، دشمنم روشن کنید. سلام، خوشحالم در خدمتتونم، امیدوارم بحث خوبی باشه و نکاتی که در واقع دوستان خبرنگار میپرسن قطعا سازنده خواهد بود. بله متشکرم خانم سرتوبه، ما شما رو جدا کردیم از آقای آذربایجانی، تقصیر آقای قائم مقامی. خواهش میکنم روشن بفرمایید. بله متشکرم. سلام میکنم به همگی، خوشحالم که در جمعتون هستم. البته من تو فیلم نام نویس بودم ولی 17 سال که عکاسم، برای همین جلسه خیلی خاصیه برای من که در بین شما عزیزان هستم. بله متشکر. سرکار خانم بفرمایید، من فقط فامیلی شریفتونو خانم حقیقی ببخشید. سلام، خیلی خوشحالم که اینجام و خیلی خوشحالم که سهم کوچیکی تو فیلم شریف آقای آذربایجانی و گروهشون داشتم و خیلی خوشحالم که بینشم. مرسی. ممنون. میکروفونا رو خاموش بفرمایید. ممنون میشم. سرکار خانم خانم شما سلامی داشته باشی، نکته‌ای نوبتشون هم میرسه. استاد هر روز اینجا مهمان ما هست. من سلام میکنم به همه در خدمتتون. ممنون استاد، در این دست در خدمتتونیم، نکته‌ای داشته باشید سلامی. سلام، به در مقابل این همه دوربین من چندین سلام تقدیم میکنم، امیدوارم که قبول بکنیم. آقای موحدی سلام و عرض ادب، خوشحالم که در جمع شما هستم، امیدوارم که فیلمو دوست داشته باشید. سپاسگزارم، ممنون، در خدمت دوستان هستم. خبرنگاران محترم بفرمایید سمت راست من دوست عزیزم. سلام، علی قومی هستم از هنرلند. از آقای کارگردان و خانم فیلمنامه‌نویس می‌خواستم بپرسم ایده و علت اصلی نوشتن فیلمنامه چی بود؟ در باب مضرات شبکه‌های اجتماعی به خصوص اینستاگرام بود. شما اینجوری که فهمیدم کل فیلم درباره اینستاگرام بود. کانون گرم خانواده‌ام وقتی درست شد که گوشی اون آقا افتاد تو رودخونه. یعنی تا قبل از اون اینا درگیر این فضای مجازی بودم. علت نوشتن این فیلمنامه اون ایده‌ای که تو سر شما بود به کلید زدیم فیلمو می‌خواستم بدونم. از استاد زرین دستم تشکر می‌کنم واسه تصویر. متشکر. آقای آذربایجانی اول شما بفرمایید بعد سرکار خانم. عرضم به حضورتون که اصولا جشن دلتنگی به این دلیل نوشته شد که من یکمی احساس می‌کنم که نه استفاده از فضاهای مجازی مختلف نظیر اینستاگرام، بلکه شکل استفاده، میزان استفادهش یک کمی اصولا یک خطر بزرگ داره و اون هستش که